بسته هایی از ایران باستان برای خورد سال و میان سال و کهان سال نام بخش سیزده هم .com سلام بر دوستان خوبم شبتون بخیر وقت شما بخیر حتی اگر شب نیست و در زمان دیگری در این قصه رو گوش میکنید دنبال قصه جوان عاشق پیر و سگ اگر خاطرتون باشه پیرزن سگی رو برد تو خونه که تربیت کنه بچه سگی بود طول سگی بود بچه سگ رو میگن طوله برد تربیت کنه پیش خودش و آموزش بده حالا به چه منظوری نقشه ها داشت از طرف دیگر رفت و آمدش رو به منزل دختر بیشتر کرد میرفت به دیدارش و نصیحتش میکرد از اینکه دنیا ارزش نداره باید به فکر آخرت بود از اینکه انسان فقط باید با خدا باشه دل مردمان رو به دست بیاره اونقدر گفت و گفت و گفت تا دختر بهش کاملا ایمان آورد که این یک انسان کاملا وارسته و رها شده از قید و بند دنیاست و یک سره و کاملا خودش رو وقف خداوند کرده ایمان گاهی وقتا دام هستش یعنی فرد خودش رو مؤمن نشون میده برای اینکه امن باشند دیگران در ارتباط با اون مؤمن و امنیت میدید که از یه ریش است احساس امنیت کنند نزدیکش برند و ناگهان حمله رو بکنه پیرزن هم به همین صورت سگ رو هم تربیت کرده بود گاهی به سگ غذاهای خوشمزه میداد با دست و اون هم میخورد و بین اون غذاهای خوشمزه یه ترکیبی از اسفند و فلفل درست کرده بود به صورت قرص میداد و سگ میخورد بیرون اسفند بود داخل فلفل بود و وقتی که میخورد سگ میسوخت دهانش و اشک از چشماش جاری میشد روزی این سگ رو برداشت و رفت به خونه دختر و در اونجا شروع کرد به دادن دانه اسفند و فلفل به سگ سگ خورد اشک از چشمانش جاری شد و دختر تعجب کرد گفت سگ چرا گریه میکنه گفت که این خواهش میکنم ازم نپرس دختر اصرار کرد گفت نه مادر تو که انقدر موجود مهربون و بزرگواری هستی باید قطعا این رو بدونی که چرا این سگ داره گریه میکنه تو با خدا در ارتباطی گفت بله عزیزم من میدونم من دقیقا علتش رو میدونم ولی به تو نمیتونم بگم اینها یه اسراریه یک رازهاییه این رازها آسمانیه با هر کسی نمیشه گفت دختر کنجکاوتر شد و هدف پیرزنم همین بود که دختر رو کنجکاوتر کنه و خواست بیشتر بدون اصرار کرد و پیرزن انکار اصرار و انکار در مقابل همند یعنی اون میگه این, این کار رو بکنم میگه نه نمی نمیشه نمیتونم بهانه آورد که اتش و تشنگی دختر رو برای دونستن این راز بالا ببره وقتی کاملا حس کرد که به مقصود رسیده و هدفش برآورده شد و دختر کنجکاویش بیش از حد بالا رفته گفت خوب دخترم تو در واقع دختر بسیار خوبی بوده ای با من مهربان بوده ای و امین من بوده ای من میتونم به تو امانت بسپارم و این راز راز این سگ یک امانت پیش من که تا به حال هیچ کس اون رو ندونسته و ازش سردر نایی برده اما من حاضرم به تو بگم راستشو بخوای این سگ زمانی دختر زیبایی بود از خانواده بسیار بزرگی از خانواده امیران و نزدیک به پادشاه جوانی بی پولی بی چیزی این دختر رو دید و عاشقش شد عشق این دختر در دل این پسر شعله و آتشی ایجاد کرد که دیگه پسر شب و روز نداشت اما دختر اعتنایی بهش نمی کرد می گفت نه این رابطه بین من و تو درست نیست در این مسئله اصلا خوشم نمیاد که بخوام با تو ارتباطی داشته باشم و همین باعث شد که این جوان انقدر غم و غصه خورد مثل یک شم که آب میشه تا تموم بشه تا آخرش تموم شد و مرد و بردن و دفنش کردند و نفرین اون جوان باعث شد که این دختر بشه سگ و این دختر رو چون من میشناختم و تمام رازهاش رو میدونستم باشون آمده شد داشتم به منزلشون میرفتم تمام رازهاش رو میدونستم و میدونستم که بهش الهام شده که چون اون پسر تو رو نفرین کرده تو سگ خواهی شد به هر حال سگ شد و از شرم اینکه مبادا پدر و مادر و اطرافیان بفهمند که این دختر زیبا به یه سگ تبدیل شده به خانه من پراهنده شد من هم پناهش دادم حالا هر وقت یه دختر جوانی رو میبینه و حس میکنه که مردی عاشق این دختر جوان شده به خاطر آینده و سرنوشت اون دختر که آقابت سگ خواهد شد اشک از چشماش جاری میشه دختر با شنیدن این حکایت وحشت کرد که یعنی سرنوشت آینده من هم همینطوره من هم سگ خواهم شد پیرزن گفت من این راز رو نمیخواستم به تو بگم چون منم میدونستم که تو یک جوونی عاشقته خودت هم زیبایی توجهی هم به اون جوان نمی کنی ولی خب دیگه امروز اتفاقی شد که با این سگ اینجا اومدم خودت متوجه داستان شدی گویا خاص خداوند بوده که تو این مسئله رو بدونی این بلا خدای نکرده سر تو نیاد دختر افتاد به دست و پایی پیرزن که ای مادر بزرگوار به داد من برس جوانی است که عاشق من و تو هم میدونی قبلا برات گفتم و این زرد چهره و خمیده شده از قصه این پیرمردا خم شده انقدر لاغر و استخونی شده از در بدن نداره که این بدن رو راست نگه داره و در صورتی که قبلا من دیده بودم شوان تنومند و قویهی کلی بود و اگر این بمیره و منو نفرین کنه من سگ میشم خواهش میکنم به من کمک کن کاری بکن من سگ نشم پیر زن که دید بله تیر به هدف خورده اون مقصودی که داشت رسیده گفت مادرجان تو که عشق منی من تو رو دوست دارم خودتم خبر داری این رو که من چقدر به تو علاقه دارم مسلمه که به تو کمک میکنم هر کمکی از دستای ناتوان من بر بیاد بر تو انجام میدم گفت حالا چیکار کنیم؟ به پیرزن گفت شما برو با این جوان صحبت کن و بگو که من عشقش رو پذیرفتم و قبول کردم پیرزن رفت و به جوان گفت دیدی که بالاخره هیچ مشکلی نیست که به دست تدبیر و تدبیر یعنی فکر اندیشه من حل نشه این هم حل شد بفرمایید آماده است برای اینکه با تو رابطه دوستی داشته باشه به هر حال این دختر و پسر به هم رسیدند و اینکه چه شد رابطه شون در آینده در آینده زمان خودشون این رو دیگه قصه نمیگه و وزیر همینجا قصه رو متوقف میکنه و میگه که قربان ملاحظه میکنید که پادشاه ها وقتی که یک زن تصمیم بگیره که حق و کلکی رو سوار کنه چطور این کار رو انجام میده حالا وزیر نمیگه که این کلک رو یک زن به یک زن دیگر زده خب اون دختر زیبا خب اونم آدم ساده دلی بوده چرا سادگی اون رو ملاک قرار نمیدی حقه بازی این پیرزن رو ملاک بدتینتی مرد قرار میدی و تازه توی مردها حق و کلک نبوده خب تو اونا خیلی بیشتر بوده منتو ازش قصه نساختید به خاطر اینکه میخواستید فقط شماقتون رو تو سر خانمها بزنید چون اون دوره لازم بوده که این کار رو انجام بدید به هر حال برگردیم بازی به قصه فعلا قضاوت نکنیم ببینیم که پادشاه در واقع پشیمون میشه یا نه بله پادشاه پشیمون میشه از کشتن جوان و دستور میده که ببریدش به زندون امروز هم اعدامش نمیکنیم و قصه به گوش کنیز میرسه که چه نشستی وزیر چهارم رفت و هر تو بافته بودی تافت بافتن و دافتن یعنی اینکه قدیما چیز رو پشم و پنبه رو میگرفتند میریسیدند یعنی اینکه یه میزانی از پشم رو کم کم بکشی به هم بتابونی به صورت نخ در بیاری و با این لباس میبافتن اون بافتن وقتی که این لباس رو میشه کافتن نخو از هم باز میکردن میگفتن تافتن حالا در ادبیات ما این آمده که بافتن و تافتن یعنی هر را که او بافته بود این تافت یعنی از بین برد بازش کرد کنیز پریشان حال و ناراحت با خودش فکر کرد که اگر قصه واقعی رابطه اون جوان با من که هیچ نیتی نداشته که با من رابطه داشته باشه برای پادشاه بشکار بشه قطعا منو خواهد کشت چه کنم باید چاره ای بکنم که این جوان پیش از آن که واقعیت روشن بشه به دست پادشاه اعدام بشه کنیز طبق معمول شروع کرد به تعریف از پادشاه ابتدای دیدن پادشاه این بود که ازش تعریف کنیم رفت از پادشاه تعریف کرد که چنینی چنانی چقدر خوبی اما ای پادشاه اگر تو عدالت رو اجرا نکنی و این جوان رو نکشی رو این تو این مملکت سنگ روی سنگ بند نمیشه و تو بدون که گاه از یک حادثه بسیار کوچک از مجازات نکردن یک مجرم ممکنه یک بلای بزرگی برخیزه و ایجاد بشه درست مثل همون قطره از اصل که در اون قصه باعث شد که هزاران هزار نفر کشته بشند پاجا گفت به کدوم قصه اشاره میکنی؟ گفت که به قصه شکارچی و انگبین و سگ و راسو و بقال چقدر تعداد شخصیت این داستان زیاده گفت اون قصه اشاره میکنم گفت خب بگو ببینم این قصه چیه گفت در زمانهای گذشته یک شکارچی بود که سگی داشت این سگ حالا شروع میکنه به قدیم میارم میدونید در نوشته هاشون اقراق زیاد میکنن یعنی مطالب رو زیادی گنده میکنن این سگ مثل شیر بود کمرش باریک بود از قوی بود اگر پرنده تو هوا میرفت می پرید می گرفتش اگه رو زمین بود آهو بود چنین می کرد چنان می کرد به هر حال شروع کرد به تعریف کردن از سگ که این سگ چه سگی بوده و شکارچی این رو با خودش می برده به بیرون شهر و شکار می کرده و غذای خانواده شکارچی از طریق در واقع کارهای این سگ تعمین می شده یعنی فرض کنید آهوی رو میدیده به سمتش تیر می داخته زخمی می شده سگ می رفته می گرفته می آورده یا اینکه پرنده رو باز می رفته پیدا می کرده می آورده و اگر خرگوشی رو میدیده خب نیازی نبود تا تیری بی اندازه به سگ می گفته برو بگیرش می رفته تربیتش کرده بوده بره هر چی رو که در واقع شکار می کنه بگیره و بیاره برای شکارچی روزی سیاد یا شکارچی سیاد عربیه شکارچی فارسیه دنبال یک شکار میرفتند که بگیرندش با سگش میرند و میرند در دامنه کوهی به قاری میرسند و توی اون قار میبینه اوه مقدار بسیار زیادی اصل زنبورها اصل رو ذخیره کردند که خوراک زمستون داشته باشند ولی خیلی خیلی زیاده با خودش فکر کرد اگر من این اصل رو بار کنم و ببرم شهر رو بفروشم چقدر اصل خواهم داشت و از, از طریق این اصل چه ثروتی به دست من میاد و زندگی راحتی خوراک خانواده خودم هست در این حال با بافروش فروشش پول در میارم و میتونم زندگی خوب و راحتی برای خانوادم داشته باشم اما همونجا نقدن کیسه ای رو که داشت کیسه چرمی که داشت همراهش برای شکار آورده بود پر کرد از اصل و اومد به شهر و یه راست رفت به بقالی که اصل رو به بقال بفروشه بقال برای اینکه موش و سایر جونورا توی مغازه به اصطلاح چیزهایی رو گذاشته بفروشه نخورن مثل گندم برنج لوبیا عدس و حالا چیزهای دیگر یک راسو داشت وقتی که خواست اصل رو توی ترازو بذاره و بکشه یه چک از اصل افتاد روی زمین راسو تا اصل رو دید بدو بدو اومد که این قطره اصل رو که رو زمین افتاده بلیسه سگ شکارچی که عادت کرده بود حیوانات رو شکار کنه و غریزه طبیعیش بود که یه حیوان کوچکتری مثل راسو رو بهش حمله کنه حمله کرد و در جا راسو رو کشت بقال که راسوی عزیز خودش رو دید که کشته شده عصبانی شد سنگ ترازو رو برداشت کوبید تو سر سگ و سگ افتاد و مرد سگ مرد چه کار عصبانی شد چون سگ وسیله در واقع درآمد و وسیله زندگیش بود شمشیر رو کشید و زد یعنی فرود آورد به سمت بقال خورد به دست بقال دست بقال برید مردم شهر خبردار شدن که ای بابا چه نشستید همکارمون آقای بقال رو یک شکارچی با شمشیر زخمی کرده حمله کردند و ریختن رو سرشو کشتنشو شلوغ پلوغ شد شهر و خبر به حاکم شهر رسید که چه نشستی در شهر شورش شده و مردم ریختند و یک نفر کشته شده یک نفر دستش زخمی شده پادشاه لشکریان خودش رو فرستاد یا حاکم لشکرش رو فرستاد گفت برید اینها رو آروم کنید اینها که حمله کردند مردم مقاومت کردند و هزاران هزار نفر توی این درگیری کشته شدند تمام این بر سر چه بود؟ بر سر یک قطره اصل که چکید روی زمین بنابراین کنیز گفت پادشاه ها شما مسائل رو بسیار کوچک نگیرید بعضی, بعضی وقتا یک مسئله بسیار کوچک ممکنه باعث حادثه های بسیار بزرگ بشه بنابراین شما همین که این پسر رو نگه میدارید و مجازات نمی کنید به نظرتون مسئله جزی و کوچکی میاد ولی فردا وقتی که مردم پررو شدن و فکر کردن اگر کسی خطایی بکنه بخواد به کنیز پادشاه یا همسر پادشاه دسترازی کنه مجازات نمیشه اون وقت توی همه به زنهای یک دیگر دسترازی میکنن دست نظم شهر به هم میریزه و نظم کشور به هم میریزه پادشاه کمی روی حرف کنیز فکر کرد و دید که بله داره درست میگه گفت پسر را بیاورید پسر را آوردن گفت که جلاد گردنش را بزن وزیر پنجم اشاره کرد به جلاد که دست نگه دار و اومد پیش پادشاه و همان قصه همیشگی یعنی تعریف کردن از پادشاه که تو چنینی چنانی خوبی و بعد هم نصیحت کردن که عجله نکن در مجازات کردن این جوان اگر کسی کشته شد دیگه نمیشه زندهش کرد اما تو زندهش همیشه میشه کشت درست مثل یک راز که انسان به کسی نگفته تا نگفته همیشه میتونه بگه اما از زمانی که گفت دیگه نمیتونه پسش بگیره شروع کرد به نصیحت کردن و اشاره کرد به قصه اون بازرگان لطیف طبعه تا نشون بده با این قصه که اگر کسی در مورد جزئیات تحقیق نکنه ممکنه به اشتباه بیفته اینجا دیگه قصه روی حقه بازی خانم ها نیست روی تحقیق حداقل اینش جالبه چون تحقیق روش خوبی حداقل آدم رو به حقیقت میرسونه حالا لطیف تب یعنی چی الان ما تب لطیف به کسی میگیم که احساساتی هستش و احساسات لطیف داره شعر میتونه بگی و شعر رو میفهمه یا اهل موسیقیه و موسیقی رو میفهمه یا هنرهای دیگر مثل نقاشی رو این افراد رو میگیم طبعشون لطیفه منظور کتاب سندبادنامه در این قصه از لطیف طبع یک شاعر یا آدم حساس یا آدم هنر دوست نیست بلکه منظور آدمیه که چندشیه آدم چندشی کسی که فرض کنید بعضی ها اگر از غذا مثلا یه سیب زمینی سرخ کرده روی میز بیفته خب برمیدارن میدارن میخورن شاید هم با دست بخورن بعضی ها نمیگن دیگه روی میز افتاد و کثیف شد من نمیخورم بعضی ها بخوام برن ساندویچ بخورن به فرض اون کسی که اونجا کار میکنه دستاش تمیز نباشه دستکش دستش نباشه رغبت نمیکنن بخورن اون وقت اینا با این تعریف میشه لطیف تب ولی بعضی ها اهمیت نمیدند و میخورند حالا زیاد بر شما نیست کسیف باشه یا تمیز باشه اهمیت زیادی به این مسئله نمیدن یا شدم بهتره بگیم که هر کسی اهمیت به نظافت میده اما هر کس تا یه جایی بعضی ها که خیلی اهمیت میدن مطابق تعریف این کتاب میشه لطیفتر این بازرگانم اینطوری بوده این بازرگان سفرهای بسیار زیادی کرده بود بسیار پولدار بود کشورهای مختلف رو دیده بود دریاهای زیادی رو توشون سفر کرده بود و خطرات زیادی رو هم به جون خریده بود تا ثروتمند شده بود اما در هر شهری که وارد میشد اولین کاری که می, می کرد رفت را به راسته تباخان تباخان تبخ یعنی به عربی یعنی غذا پختن یعنی به راسته که آشپزها یا به روایت امروزمون رستوران ها یا غذاخوری ها می رفت اونجا تا ببینه که خب کی کسیفه کی تمیزه کی مرتبه کی مرتب نیست و در عین حال بسیار هم شکمو بوده و غذا خیلی دوست داشته غذا بسیار برش مهم بوده ما وقتمون تموم شده این بازرگان شکموی خودمون رو همینجا رها کنیم تا در بخش بعدی دوباره پیداش کنیم و ادامه بدیم شب خوش دوستان خوبم تا بخش دیگری از قصه ما.